سال 1330 ازدواج کردم از تهران اومده مردشت شیراز اونجا شوهرم اینا اونجا مهاجر بودن ما اونجا بودیم تا موقعی که شلوغی فلسفی شروع شد و فلسفی موقعی که سخنرانیش تموم می یک نفر بود به اسم شیخ علی اکبر اهل آباده بود این تو مردش میرفت بالای منبر و شروع میکرد بعد و بیرا گفتن نسبت به اهبا و تک تک را ایج اسم میبرد و تنه میزد چه حرفای زشت میزد اینا تا یه دم بودن مردش چیز بودن اینا دوز بودن این دوز می میرفتن شهرهای دیگه دزدی میکردن بعد میومدن مردش اونجا زندگی میکردن تو خود مردش دزدی نمیکردن بهشون گفتم سید گاواز بعد اینا چند روز جلوتر از اینکه منزل ما رو غارت بکنن می اومدن قشنگ پشت در خونه ما ردیف با چماق مینشستن و ما دیگه جرات نمیکردیم از خونه بیایم بیرون تا یه روز ما در شوهرم صبح بود به من گفتش که فرنگ من فرنگیس اسم من بود بدن شده فرح فرنگیس تو جوان هستید من تازه دو تا بچه کوچیک داشتم یکیش سه ماهه بود یکیش هم سه ساله بعد گفتیم بچه ها رو برد و ببر منزل آقای مهراین آقای مهراین یکی از فامیلای خودمون بود که اونا آماده بودن مهاجرت مردشت با خانومش و دو تا بچهشون. منزل یکی از باهایا ها این منزلشون ما منزلمون این طرف رودخونه ای بود که میرفت به کارخونه قند مردشت اونا منزلشون اون طرف بود من اومدم ناهار رو برداشتم و دو تا بچه‌ام برداشتم با خارشور کوچیکم که الان فوت شده رفتیم منزل آقای مهرایی. رفتیم اونجا میگفتیم میخندیدیم خواهر بزرگم هم اومد و یه دفعه دیدیم یه پسری به های های مردش با دو اومد و گفت به به دوره هم دارید میخندید خونتونو همینطوری گفت خونتونو بار خروس کردن دارن میبرن خواهش گفتش که چی داریم میگی ما الان تو خونه بودیم گفتش اگر هرچی بودید که در خونهتون شکستن و الان تو خونه دارن قارت میکنن این زمان فلسفی بود این زمان شا. زمان فلسفی بود این. بله, بله. این قبل از انقلاب این همان. بله بعد گفتیم یه دفعه دیدیم صاحب خونه همون که واقعی بود اومد و گفتش که پاشه در خونه من برید بیرون گفتیم بابا کجا بریم ما جای نداریم بریم گفتش که به من مربوط نیست دو تا خونش دو تا در داشت که توی بیابونی باز میشد که طرف همین رودخونه ما دیگه با هول که هر کدوم از یه رای در رفتیم نفهمیدیم یه در رفتیم کجا من و مادر شوهرم این دو تا بچه رفتیم خونه یه زنی بود از این زنای اشایری بود که از این تومونا رو چند چندتا رو هم میپوشن اون وقت تا دید ما رفتیم اونجا فهمید که ما بهایی بودیم و خونه کردم ما رو کرد توی جایی بود که فقط حیزماش رو میریخ برای نونپزی رفت اونجا جلو هم وایستاده بود میگفت حرف نزنید که صدادون بره تو کوچه در حالتی که بعد از خونش بیابون بود جای نبود خونه دیگه نبود اون وقت ما اونجا بودیم ما شوهرم قبلا زوزا و این چیزها رو دیده بود ولی ما جوون نه من نمیدونستم اصلا نمیدونستم که چه خبره دو تا بچه هم خب صدا میدادن به هر حال یه چیش آب میخواستن یه چیز میخواستن بعد این زنم ناراحت بود هی hey, میگفت من برم خونتون ببینم چه خبره مادر شوهرم ناراحت بود این نمیذاشیم بره گم میخواد بره خبر بده بگه ما اینجا هستیم بالاخره رفت زن رفت و بعد از دو ساعتی برگشت اومد گفت بیاد برید خونتون خونتون و مامور و مامورا اومدن دیگه مردم رو گرفتن اونا رو بیاد برید خونتون ما دوباره اومدیم از همین خونه بهایی که به ظاهر بهایی بود حالا خدا میدونه بعد رفتیم رفتیم بریم خونه از رو دم رودخونه مجبور بودیم رد بشیم زنا همینطور ردیف رودخونه نشسته بودن یک ظرف و لباس و این چیزا میشستن چششون که به ما افتاد شروع کردن به بر, بر به ما نگاه کردن هر کدومش یه چیزی میگفتن و ما میخندیدیم می گفت وای خونهشون غارت کردن دارن میخندن من که وارد خونه شدم دیدم رئیس شهربانی که قبلا به شوهر من قول داده بود که من نمیذارم هیچ کس بیاد خونه شما دم در خونه وایساده به حالت شرمندگی و گفتش که من اصلا خجالت میکشم تو صورت شوهرتون نگاه کنم من به ایشون قول داده بودم که من نمیذارم هیچ یک مو از سر شما کم بشه و این شیخ زبان خودش مقدار فهاشی کرد و این اومد سر منو گرم کرد و حرف زدن مردم هول داد خونه شما گفتم هیچ اشکال نداره جناب سرمان گفتش که یه دونه ظرف نقره از دست یه پسری گرفته بود داد به من گفتش که اینو من از دست یه پسر گرفتم گفتم شما نباید این از دست این پسر میگرفتین چه اشکالی داشت اینم میبرد وقت بعد یه دفعه شوهرم اومد و گفتش که من فرستادم یه ماشین سواری هست عقبش رو گرفتم که یه آقای آشکاری بود تو مردش بهایی بودن با دخترش داشتن میرفتن شیراز گفتش که شما عقب چیز با بچه ها بشینید برید شیراز برید پیش جناب قسم افنان بگید یکی از خونه های اطراف بیت و بده به شما تا یه مدتی بشینید تا ما بتونیم اگه بشه در به خونه بذاریم وقت بعد بیام شما رو هیچ ما, ما رفتیم توی ماشین رو همینطور که ماشین یه دونه مسافر کم داشته دور مردش میچرخید که یه مسافر دیگه پیدا کنه چیز کرده یه آقای دکتر زکری بود تو مردش مطب داشت این داشت میرفت شیراز یه نفر دیگه هم پلوش اومد نشست و حرکت که بره شیراز یه دفعه این دکتر زکری در اومد گفتش که من به عقب لحجه قلیز شیرازی گفتش که به عقیده من اینا رو نباید خونه رو غارت کرد باید تک تک بردشون مسجد توبهشون داد یه دفعه من در اومدم گفتم که آقای دکتر بهایی به رو اگر تو بکشنش مسجد برو نیست باهایی اصلا خودش اسلام رو قبول داره برای چی بیاد مسلمان بشه ما قبول داریم بعد شدیم باهایی گفتش که برگشت گفتش که با چه کسی افتخار آشنایی دارم گفتم آقای دکتر کارش تو به من نباشه من شما رو روش اون کرد نشست چی دیگه نگفت این نزدیکای پلخانش که رسیدیم دوباره در اومد گفتش که من سه مرتبه کتاب بیان و از اول تا آخرش خوندم هیچ چه نفهمیدم به لحجه شیرازی دوباره من گفتم که آقای دکتر اگر کسی از یک کتابی چیزی نفهمه این دلیل بر بدی اون کتاب نمیشه یه دفعه گفتش که یعنی میفرمایید من نفهم هستم گفتم آقای دکتر من هم چه حرفی نزدم دیگه هیچی نگفت تا رسیدیم شیراز در روز اسفان که پیاده شد در عقب ماشین رو باز کرد شروع کرد مذارت خواهی کردن و گفتش که همه ما مسلمان ها اینجوری نیستیم خانم نکوی اه، اه، شما فکر نکنید یه ما یه گدام منزلی داریم تشریف بیارید بریم اونجا گفتم که سایتون کم نشه آقای دکتر ما بالاخره یه جایی داریم خدافزی کردیم ما رفتیم ما رسون در سرکوچه تلفن خونه پیادمون کرد و ما رفتیم من رفتم پیش جناب اول قسم افنان اتفاقا منزل بود گفتم بهش گفتش که والا الان خونه خالی نداریم اطراف بیت گفتم آقای افنان ما الان راهی دیگه نداریم باید یه فکری به حال ما بکنیم یک فکری کرد و گفتش که یه خونه هستش کوچیکه ولی ساختمانش زیاده خودتون میتونید برید تمیزش کنید برید توش بشینید گفتم که مجبوریم دیگه چیکار کنیم رفتیم یک فامیلی هم داشت آقای وفایی که شوهر خارشوهرم بود که شهیدش کردن شیراز رحمت الله وفایی رو چیز کرد این خالش شیراز زندگی میکرد خواهرش هم داشت دست قابلگی میخوند تو یه خونه یهودی تو گوچه بیت مینشستن ما رفتیم به اینا گفتیم که شما یهودی هم به گفت که برید از خونه ای من خونه منم میان قارت میکنن گفتیم شما واسه جمع کنید ما میریم اینجا می... تمیز میکنیم این خونه رو شما بیاید همونجا بشینید فعلا تا ببینیم بعد اوضاع چی میشه اینا هم پاشدن و جمع کردن و کمک کردیم و این خونه رو رفتیم دو تا گونی خیلی بزرگ ما خاک از این خونه پر کردیم گذاشتیم دم در خونه داشتیم زندگی میکرم آها اینو نگفتم که وقتی من میخواستم بیام شیراز همینطور که تو خونم داشتم نگاه میکردم دیدم که همه زندگی خورد و خمیر شده و لباس ها رو تکه پاره کردن با چماق همه هی... هر چی که بود با سر چماق ریز ریز کرده بودن ساعت و انگشتارای منم تو تاخچه بود همه رو یه مقدار شکسته به این مقدار برده بودن بعد یه شلوار نکویی هم تو که بلند کردم دیدم تو جیب شلوارش یه مقدار پوله در بردم دیدم شست تومن پوله شست تومان پول اون موقع خیلی پول بود نیکوی گفت اینو ببری شیراز که خبر این نیست خرج کنید من که پول ندارم الان هیچ خلاصه ما اینو دادیم به خاله وفایی که اونجا بود این مدت خرج میکرد برای همه بعد وفایی خانمش هم اومدن اونجا تو همه خونه یه جا بودن اومدن زندگی میکردیم سه روز بعدش یک دفعه فرستادن اومدن گفتن شاه و فره اومدن شیراز پاشدیم رفتیم تماشا رفتیم تو خیابون تماشا همتی که برگشتیم اومدیم تو خونه هنوز لباس در نایی بودیم یه دفعه دیدیم تو ریختن تو کوچه بیت و مبارک حالا همه با فوش و داد و فریاد و ریختن تمام خونه اطراف بیت غارت کردن شکستن تمام هر چی کتاب و چی بود ریز ریز کردن هر ظرف بود شکستن چیزایی به در بخورن بردن یه بقدارم به بیت مبارک صدمه رسوندن ولی نه زیاد در جلو این رو شکستن اینا یه مامورا اومدن جلوگیری کردن جلوگیری کردن بعد شب که شد یه, کوچه، یه, مسجد کوچیک بود چسبیده بود به بیت شما حتما میدونید یه عده آخون می آوردن توی مسجد از سر شب تا صبح بلنگو میذاشتن همینطور یا خون فهاشی میکردن وقتی یا خون تمام میشد به یکی دیگه میرفت بعد یه خون رشتی بود که خیلی فهاش بود خیلی حرفای بد میزد و هر چند دقیقه هم گفتش که الان بلنگو رو قطع میکنم با برادرای دینی حرفهای محرمانه دارم. و ما توی خونه اصلا خواب همونیم خونه چسبیده بود به همون مسجده یه ای خونه این برتر بود بعد فکر میکردیم که حالا مثلا دارن چیز بکنن دوباره بریزن تو خونه ها که افراد توش هستن ولی نشد این ولی جرات نمیکردیم از خونه بیم بیرون اصلا همچین که میومدیم تو کوچه هستن مثل که تو پیشونیمون هشته بود ما هستیم شما شیراز موندگار شدید بعد از این قضیه؟ بله بعد از این قضیه شیراز موندگار شدید؟ 22 روز 22 روز ما شیراز بودیم توی همه خونه بعد دیگه یه روزی اتفاقی افتاد که بچه ها با هم دو تا بچه های ما رو و بچه های وفایی با هم دعواشون شد وفایی ناراحت شد یک کمی بچه ها رو زد من ناراحت شدم گفتم خوابیده بود من گفتم بچه گناهی نداره تو بچه با هم دعوا میشه شما چرا دخالت کردی و بعدم ناراحت شدم یه نامه نوشتم برای شوهرم دادم اون یه آقای راننده بود توی جاده شیراز مردش کارم گاهایی بود ولی کسی خیلی نمیشناختش دادم بهش گفتم اینو بدنی کوی وقتی که بهش داده بود گفته بود شب بچه ها رو بردار بیار بعد از ظهر بعد اون روزم هم پدر شوهرم اونجا بود نذاشت و گفتش که باشه بعد فردا میریم فردا میریم ما اومدیم و خیلی اون شب بهمون سخت گذشت تا صبح شد صبح اون آقا اومد ما رو برداشت برد مردش. وقتی رفتیم مردش دیدیم خونه حیات ما خیلی بزرگ بود دیدیم که باهایی های دیگه هم همه تختشون آوردن تو حیات ما شبا میقابیدن چون چهار تا جاندارم هر شب خونه ما شب و روز خونه ما بودن برای که دیگه حفاظت به حساب برایم همه احباب دیگه میومدن اونجا میخوابیدن دور هم میگفتن میخندیدن خوش بودن اینا من ما تو شیراز ما و ناراحت بودیم به هر حال گذشت هر چی بود ولی خب خوب بود گذشت همون موقع ما خیلی شاد بودیم اصلا ناراحت نبودیم خدا شاده اصلا من همیشه میخنده از بس من میخندیدم پدرباشوارم عصبانی میشد گفتش خوشحالی که خونه اون غارت کردن دیگه هیچی ندارین بعد یه روزم شوهرم عصبانی شد گفت برای چی خوشحال نباشه زندگی ما در راه امر رفته باید خوشحال باشه وقتی که اونم هیچی نگفت ولی بین خونه ما و خونه پدر شوهرم یه راه رو فقط بود یه دالون اونجا میگفتن تمام طرف منزل ما را غارت کرده بودن نرسیده بودن دیگه که اونجا رو غارت بکنن فقط یه دونه چراغ زنبوری بود اینو ها زده بودن خرد کرده بودن یه چرخ خیاطی هم مادرشوهرم بود که از دست برمونا گرفته بودن بعدن اومدن ولی تمام خونه پدرشارم یه اتاق بزرگ بود تا زیر سقفش های قند پدرشارم چیده بود که برای فروش که هیچ کی دست نزد بود یعنی نرسیده بودن که به اون طرف برم رو جلوگیری کرد زمان انقلاب رو اگر کنید زمان انقلاب یا قبل از انقلاب این اینو همین زمان فلسفی بودین تمامی فلسفی ولی من میخوام بیام جلوتر در حقیقت به قبل از انقلاب قبل از انقلاب یعنی قبل از قبل از فلسفی نه قبل از انقلاب دوره انقلاب اسلامی قبل از آمدن خمینی ها انقلاب خمینی آها آه اون موقع ما رفته بودیم تهران که کوروشمون رو بفرستیم بیاد آمریکا امروز کوروش حرکت کرد بعد دیدیم که عصری که بود شاگرد مغازمون زنگ زد گفتش که بعض خطرناک نیاید شیراز مغازه چی داشتی شما؟ ما لوازم خانگی اون وقت یکی اونجا داشتیم هم تو شیراز بود آه. که با آقای رفایی شریک بودیم همون آریا که خونه یه چیزم بود بعد ما موندیم موندیم یه چند روزی موندیم دیگه حدود یک ماه دیگه ما موندیم تهران وقتی برگشتیم دیدیم که آقای رفاهی بود مردش زندگی میکرد با خانوادش اینا رو از خونه اصلا به کل گرفته بودن بقیه خونه ها رو نگرفته بودن همه رو آتش زده بودن یا خراب کرده بودن ولی خونه ها رو نگرفته بودن ولی خونه این هم اصلا گرفته بودن چون ایشون موقعی که توی کارخونه کودشیمیایی استخدام بود یه آخوندی بود مردش که میفرستاد کلیدای مغازای بهایی ها رو خلاف کسافت میمالید این به این بد, وقت بخ... بد می گفت. گفت چرا این کار کردیم میام نمیدونم این کتافت رو دیم چه کار میکنم و فلان اینا باش بد شده بود این بود که خونه اونم گرفتن اصلا با تمام وسایلش گرفتن اینا بیچارا جایی نداشته بودن برن اومده بودن تو خونه ما که خالی بود دیگه ما بل کرده بودیم اومدیم خانواده وفایی هم اومده بودن خونه ما اونجا زندگی میکنن یه چند روز بوده که ما زندگی میکنیم که ما رسیدیم ما خودمون اومدیم خونهمون اینا دوباره وفایی خانمش اینا چند رو بعدش خونهشون تحویل داده بودن رفتن خونشون شون ولی آقای رفایی رو دیگه ما نگه داشتیم نه ماه با خونه خونه ما بودن خونه ما بودن تا اینکه شوهرش رفت دوبه اونجا بالاخره منزلی چیزی گرفت و چیز کرد شما مغزل قارت کردن نه کرد؟ یا نه خونه ما رو نه. نه مغازه رو ما رو هم نه اون اونجا هم یه آخوندی اومد جلو شگرون رو گرفت نه. گفتش که شوهر من خیلی مردم دار بود نه. خیلی همه دوستش داشتن تمام دارای اونجا هم همه دوستش می داشتن و این آخونده هم خیلی قبلا بهش محبت کرده بود شوهرم و اینا این اومده بود جلو مغازه گفته بود نذاشته بود که اونجا قارت کن ولی خب ما اینجوری قارت نشدیم بعد اگر حواست، یادتون باشه تمام اجناس مثل کولر و تلویزیون و این چیزها رو همه قسطی می بردن وقتی که این انقلاب شد این وضعیت پیش اومد تمام قسطا رو دیگه خوردن و اصلا پولشو ندادن هیچ ما به اینجا ورشکست شدیم خیلی وقت شد برای شوهرم یعنی ده هزار در... تومن به بانک بده کار شد آخر سال کی از ایران خارج شدید؟ بله از ایران کی خارج شدید؟ کی تصمیم گرفتید بیاید بیرون؟ چه ما چند سال شیراز زندگی کردیم از اونجا به خاطر ت... تحصیل بچه ها مجبور شدیم بعد از یک سال رفتیم شیراز, شیراز. بعد از یه خونه کرایه کردیم و اونجا بودیم بعد دو سال بعد تا خونه خرید شوهرم یه زمین داشتیم شیراز فروخت و خونه خرید و از ایران خارج از ایران, کی خارج؟ از ایران من سال درست سالش یادم نیست ولی الان 18 ساله من خارج شدم شوهرم فوت شد من خارج شدم ولی ها رو تحصیل قبلا اومده بودن کسی نبود از فامیل ما هیچ کس نبود وقتی که شوهرم فوت شد اصلا کسی نداشتم که اصلا کمک بکنه به من غیر از آقای یزدانی بود که اشون هم خونه که شیراز بعدا خریدیم یا آپارتمان اومد اونجا پیش ما که بعدا خونه رو ایشون خرید الان هم داده اجاره, اجاره. تو میدونید خیابان خلیلی رو اگه یادتون باشه تو خیابان خلیلی بود آپارتمان ما جای خیلی خوب بود روبرو افوابات خیلی ممنون خواهش میکنم بعد الان میخواید اگر اول انقلاب هم بگم اگه مسئله است بگید بله بفرمایید. بله اول انقلاب خیلی وضع خراب شده بود اول از سعدی شیراز شروع شد که ریختن صفت اللهی فهند کشتن و کشیدن توی, توی از اونجا از سعدی کشیدن تا خیابون آریا رسیدن آریا که مغازه ای ما بود باز جلو مغازه ای ما یه آخوندی اومد جلوشون گرفت گرفت و ولی تمام خونهای باهایی رو قارت کردن آتش زدن مثلا خونهای توی آریا رو اغلب حتی یخچالاشون ولی اون چه کار کرده بودن که من گفت شده بود یه اندازه یه ظرف کوچیک من شلیدم یعنی اینا رو بعد اینا همه سعدی ها همه زده بودن به کوه فرار کرده بودن تا چند ماه این بیچاره ها با یه ده از شیراز آره ما شما رو کردن تو موقعی که حمله کردن به خونه خونه شما کردن نه خونه ما رو قارت نکرد خونه ما رو یه عده دو دوستای کورشمون رفته بودن قارت کنن جلو خونه رو گرفته بودن گفته بودن اگر بخوای خونه اینا رو قارت کنین ما ج... بعد در روی جنازه مراد بشید مسلمان دوستان مسلمان دیگه ها بله دیگه نکردن آمین خوبه نکردن ولی شاگردم قبلا اومده بود تأساس ما رو کشیده و برده بود بین تخت جمشید و بردش یه حضیرت رقص ساخته بودن احبای بردش برده بود اونجا برده بود اونجا یه مدتی که اونجا بود وقتی برگرنود به منظرمون خیلی از اساسهای ما هم شکسته بود هم از بین رفته بود